سوراخ قلب یکی از بیماری های شایع نزد شمار زیادی از کودکان کشور، بیماری که سالانه به تعداد مبتلایان آن در کشور افزوده می شود. میر گلاب الدین میری رئیس هلال احمر در هرات می گوید که کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته او جمعیت هلال احمر به همکاری بعضی از کشورهای همسایه در یک سال اخیر توانسته است حدود 1000 کودک را درمان کنند. برنامه درمان این کودکان در حال حاضر هم ادامه دارد. ما متاسفانه نمیتونیم به سرعت به تداوی و به اعزام از اینا یا به خارج از کشور یا حتی در مرکز کشور به درمان از اینا بپردازیم. هزینه بلندی که هر کدوم از اطفال میبره حداقل 3000 دلار آمریکایی که مصرف عظیف و غلاده گذافه و ای از توان ما بیرونه که ما بتانیم 12,500 به طول سال اونار در، اما این رقم توانسته رشد خوبی پیدا کنه با وجود از اینکه ما از جمعیت‌های ملی همکار همچنین همکاری صلیب سرخ کشور چین و بعضی از تجار ملی ما رو با خود داشتیم، توانستیم در سال گذشته در سطح کشور این رقم رو به تداوی 1000 نفر در طی البته 8 ماه اخیر بپردازیم. آقای میری میگوید که در یک سال اخیر دست کم 91 کودک مصاب به بیماری سوراخ قلب در ولایت هرات درمان شده اند. وی افزود که شمار از دکتران برای آموزش درمان سوراخ قلب به کشور ایران فرستاده شدند. این برنامه به منظور فراهم کردن زمینه درمان کودکان مصاب به سوراخ قلب داخل کشور روی دست گرفته شده است. در سال گذشته 91 طفل از ولایت هرات بوده که صحتیاب شده و خانواده خوب برگشته، اما در قسمت از اینکه آیا ای امکان هست در ولایت هرات، در ولایت هرات خوشبختانه این ظرفیت وجود داره. همراهی ریاست محترم ساعت‌نامه وقتی که ما جلسه داشتیم خوشبختانه اونا استقبال خیلی خوبی کردن و گفتن که ما متخصصین قلب بر جهت آموزش‌های ویژه به کشور جمهوری اسلامی ایران فرستادن و همیال اونا تحت دوره آموزش قرار دارن و منتظر یک فرصت هستیم که انشالله یک شفاخانه قلبی در ولایت هرات اگه ای روی دست بگیره بسیار کمک میکنه. چند ماه پیش تفاهم‌نامه میان مسئولان اداره محلی هرات و مسئولان یک بیمارستان کشور ایران به امضا رسید. بر بنیاد این تفاهم‌نامه قرار است ماهانه 8 کودک مصاب به سوراخ قلب در ایران به گونه رایگان تداوی شوند. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات میگوید که این برنامه میتواند برای تسریع روند درمان این کودکان مؤثر واقع شود. شما داره که در جریان قرار داریم، ما که هیئت رسمی در آستان خراسان رضوی مشهد رفت، ولی سه به همراه یک هیئت بلند پایی ما یک تفاهم‌نامه با اونا امضا کردیم که ماهانه 8 تا از اطفال که سوراخ قلب دارن به طور رایگان به طور نوبت از ولایت هرات به طرف استان خراسان جهت تداوی بره. من فکر کنم که این روند ادامه داره و جانب کشور جمهوری اسلامی ایران به این تعهدنامه خو موافق است. شما اگه خبر دارین یا نداریم، ریاست سطح عمومی در جریان است. کسانی که طفلای ما سوراخ قلب دارن در اونجا نوبت گرفته میشه و اساس نوبت جهت مداوای رایگان به جمهوری اسلامی ایران انتقال داده. در حال حاضر برای درمان کودکان مصاب به بیماری سوراخ قلب در هرات امکانات کافی وجود ندارد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اکثریت کودکان مصاب به سوراخ قلب به منظور درمان به خارج از کشور انتقال داده میشوند. او امیدوار است که با راه اندازی برنامه‌هایی که روی دست گرفته شده روند درمان کودکان مصاب به سوراخ قلب سرعت پیدا کند. در سطح ولایت هرات هیچ گونه امکانات به خاطر درمان بیماران سوراخ قلب وجود نداره، حتی در افغانستان بعض مشکلات وجود داره. اینا با حمایت و همکاری بنیادهای خیریه از جمله هلال احمر ما سالانه مقدار تعدادی از کودکان و افراد مصاب به بیماری سوراخ قلب و کشورهای خارج زیر درمان قرار میده. تقاضای ما از وزارت از ریاست عمومی هلال احمر افغانی هست تا در این راستا سرمایه گذاری بیشتر انجام بده. آمارها نشان میدهند که هم اکنون بیش از 12,000 کودک در کشور به بیماری سوراخ قلب مصاب هستند. کودکانی که زمینه درمانشان تاکنون به گونه درست در کشور فراهم نیست.